پس از آنکه کارکنان مسجد بزرگ بروکسل در روز پنجشنبه بسته ای حاوی پودری مشکوک را دریافت کردند این مسجد برای ساعاتی تخلیه شد و تحت بازرسی قرار گرفت تحقیقات نشان داد که این پودر نوعی آرد و بی خطر است یک هفته پس از رسیدن هشدارهای امنیتی در بروکسل به بالاترین سطح سرانجام روز پنجشنبه سطح هشدارها از چهار به سه کاهش یافت با این وجود جستجو برای دستگیری محمد ابرینی و صلاح عبدالسلام دو مزنون به همکاری در حملات و ساکن محله مولنبک بلژیک همچنان ادامه دارد روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که یک ماه قبل از وقوع حملات تروریستی در پاریس شهرداری منطقه مولنبک بلژیک فهرستی از افراد مزنون به افرادگرایی را دریافت کرده بود فهرستی که در آن نام برادران عبدالسلام نیز دیده میشد شهردار مولنبک میگوید افراد این لیست به انجام فعالیت جهادی مشکوک بودند اما ضروری است که به مراحل قانونی انجام کارها احترام گذاشت تا از اقدامات خودسرانه جلوگیری شود ما به وظایفمان عمل کردیم و این به دولت فدرال برمیگشت که به شناسایی دستگیری و بازپرسی از آنها بپردازد با وجود کاهش سطح هشدارهای امنیتی همچنان بیش از 500 سرباز در کنار پلیس بلژیک به کنترل مراکز عمومی همچون ایستگاه‌های مترو میپردازند